سلام و وقت بخیر. با خبر شش از سلو و طلو نیوز خوش آمدید. امروز دوشنبه 25 دلو سال 1400 هجری خورشیدی است. سرخط آغاز گفتگوهای هیئت حکومت سرپرست با نمایندگان کشورهای خلیج در قطر. ولکوله پلاوی قطر هیواد مرکز دوحه ته راورسید او دوشنبه به د خلیجي هیوادونو له استازو سره پر مهمو موضوعاتو غونډه ولري. وضعیت بد اقتصادی دیپلمات های افغان در امریکا از بهر پرداخت نشدن تنخواهایشان. وزارت خارجه امریکا اطمینان داده که این دیپلمات ها اخراج نمیشن و یک نوی برشان ویزی بود باش داده میشه، اما باید برای خود کار پیدا کنه. ادامه واکنش ها در برابر تصمیم بایدن در مورد ذخایر ارزی افغانستان. جنازه بمبارد ولی مرتشل جلسه بمبارد ولی و غط مجمع چی جورسه و یودی آقا بمبارد. این ملت شهید فرور را تو بخاک و خون کشیدی، اما باید تو گرامت بودی. احتمال لیلام 10 میلیون دلار از سوی بانک مرکزی تا 2 روز دیگر. و تاکید آلمان بر وضع محدودیت ها بر مسکو. من بهرام امان میزبان شما هستم. وزارت خارجه از آغاز گفتگوهای هیئت کابل با نمایندگان کشورهای خلیج در قطر خبر می‌دهد. این هیئت به رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه شام روز گذشته به دوحه پایتخت قطر سفر کرد. قرار است در این سفر هیئت حکومت سرپرست همچنان با نمایندگان اتحادیه اروپا، اتحادیه علمای دینی جهان اسلام و نمایندگی های دیپلماتیک که به جای کابل در قطر فعالیت دارند گفتگو نماید. شیرشاه رسولی. هیئت فرستاده شده حکومت سرپرست به قطر را امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه رهبری می کند. این هیئت ناوقت روز یکشنبه به دوحه رسیده است. نن د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان اسلامي امارت د لوړ رتبه پلاوي او د خلیجي هیوادونو د استازو ترمنځ ګډه غونډه پیل شوه. غونډه چې لا هم جریان لري، تر دې مهاله په سیاسي او اقتصادي اړیکو، د بشري مرستو پر زیاتوالي، رسونه، شفافیت او د سهولتونو پر رامنځته کولو خبرې وشوې. سخنگوی وزارت خارجه در تیویت میگوید که این هیئت امروز دوشنبه گفتگوها را با نمایندگان کشورهای خلیج آغاز کرده است. دغه راس په غونډه کې د افغانستان پر بانکی او خصوصي سکتور، بشري وضعیت، د زراعت پر ودې، د ځینو خاصو وچې میوو پر صادرولو او مارکیټ، د مخدره موادو پر کرکیله او د معتادینو پر تداوی مهم بحثونه ترسره شول. بر بنیاد اعلامیه وزارت امور خارجه، هیئت افغان همچنان با نمایندگان کشورهای اتحادیه اروپا، اتحادیه علمای دینی جهان اسلام و نمایندگی های دیپلماتیک که به جای حضور در افغانستان از دوحه فعالیت دارند نیز دیدار و گفتگو خواهند کرد. گام های را در جهت به رسمیت شناختن طالبان بردارد و باز هم یک از خواست های طالبان این هست که از قطر بخواهد که اونا باز هم میانجیگری بکنند که پولهای بلوکه شده افغانستان را ایالات متحده آزاد بکنند. سفر اخیر وزیر امور خارجه امارت اسلامی به دوحه در واقع پیگیری و تداوم تامین روابط دیپلماتیک با کشورهای بیرونی هست که زمینه را برای شناخت بین المللی فراهم بکنند. پس از تشکیل حکومت سرپرست، این چندمین سفر هیئت های کابل به دوحه است. با باور آگاهان مسائل سیاسی، قطر از کشورهایی است که میخواهد نقش میانجی را میان حکومت فعلی در افغانستان و کشورهای جهان بازی کند. تلاشی که بیشتر بر تعامل دو جانبه متمرکز خوانده می شود. دیپلمات های سفارت افغانستان در امریکا به دنبال اخذ اقامه دائمی در آن کشور هستند، اما هنوز معلوم نیست که این درخواستشان پذیرفته می شود یا نه. بر بنیاد گزارش نیویورک تایمز، پس از سقوط جمهوریت کارمندان این سفارت معاششان را دریافت نکردند و به علت کوتاه آمدن در مصارف روزمره زندگیشان مجبور شدند به محوطه سفارت نقل مکان کنند. فریده سیال جزئیات می دهد. این گزارش نیویورک تایمز تا حد زیادی به وضعیت بد اقتصادی کارمندان سفارت افغانستان در واشنگتن متمرکز است. در گزارش آمده است که با وجود باز بودن درب این سفارت، کارمندان آن از ماها به این طرف حقوق ماهانه‌شان را دریافت نکرده و در حالت بد اقتصادی قرار دارند.
بر بنیاد این گزارش، دیپلمات‌های سفارت افغانستان در واشنگتن به دنبال اجازه اقامه دائمی در ایالات متحده هستند، اما این احتمال نیز وجود دارد که آنها از آمریکا رانده شوند. یک تن از این دیپلمات‌ها به نیویورک تایمز گفتند که آنها توان پرداخت کرایه را ندارند و از روی مجبوریت به محوطه سفارت نقل مکان کردند. ما با پسنداز و قرضهای خویشاوندان خود به زندگی ادامه می دهیم. بیمه درمانی نداریم و همچنان توان پرداخت کرایه خانه را نیز نداریم. از این رو بیشتر دیپلمات ها مجبور شدند که به محوطه سفارت نقل مکان کنند. طالبان اسلامی امارت روسیه سره، چین سره، همداسې ایران او د پاکستان سره خپل دیپلماتیک اړیکې نږدې کړي دي او د امریکا غوسه را پرولې ده. این روزنامه همچنان نگاشته است که در اول ماه فبروری یادداشت به سفارت افغانستان مقیم امریکا از سوی نهادهای دیپلماتیک آن کشور رسیده بود که در آن از سلب مسئولیت دیپلمات‌ها و تعطیل شدن سفارت و کنسولگری‌ها در نیویورک و لس آنجلس خبر داده شده بود. خواستیم در این باره دیدگاه سفارت افغانستان در امریکا را نیز داشته باشیم، اما با تماس‌های پی هم موفق به دریافت آن نشدیم. وزارت خارجه امریکا اطمینان داده که این دیپلمات‌ها اخراج نمیشن و یک نوعی برشان ویزی بود و باش داده میشه، اما باید بر خود کار پیدا کنن. مثلا در این مقاله از خانم عادله راست که سفیر بوده هیچ ذکر نشده، امکان داره که وقت کار پیدا کرده باشه. وزارت امور خارجه افغانستان نیز تا هنوز در این باره ابراز نظر نکرده است. این تنها کارمندان سفارت افغانستان در واشنگتن نیست که به دلیل به رسمیت شناخته نشدن امارت اسلامی از سوی جامعه جهانی به سرنوشت ناروشن و فشارهای شدید اقتصادی مواجهند، بل دیپلمات‌های افغانستان در اروپا و کشورهای دیگر نیز با مشکلات مشابه مواجه هستند. نخست وزیر پاکستان تعامل با حکومت سرپرست طالبان را تنها گزینه جهان برای پیشبرد امور دو جانبه می خواند. عمران خان در گفتگو با CNN می گوید جهان در آینده دور یا نزدیک حکومت فعلی در کابل را بر رسمیت خواهد شناخت. بنفشه بینش. نخست وزیر پاکستان در یک گفتگو با تلویزیون CNN می گوید که یگانه راه برخورد جامعه جهانی با حکومت طالبان تعامل با آنان است. عمران خان می افزاید که حکومت سرپرست در افغانستان از سوی کشورهای جهان به رسمیت شناخته خواهد شد که این کار به ثبات افغانستان و جهان کمک می کند. سوال اینجاست که جهان برخی از ضمانت‌های را پیش از به رسمیت شناختن حکومت طالبان می‌خواهد. در واقع سوالی که مطرح می‌شود این است که امریکا چقدر طالبان را به پذیرش آنچه آنان بر حسب حقوق بشری توقع دارند وادار کرده است. نخست وزیر در بخش دیگری از گفته‌هایش تعامل را تنها گزینه برخورد جامعه جهانی با حکومت سرپرست در افغانستان می‌داند. یگانه گزینه که اکنون داریم این است که با آنها کار کرده و آنان برای پذیرش ایجاد حکومت مشمول رعایت حقوق بشری به خصوص حقوق زنان که خواسته های جهان است تشویق کنیم. باید خود پاکستان امارت اسلامی را به رسمیت بشناسد تا دیگه کشورهای همسایه ما نیز جرأت کند و امارت اسلامی را به رسمیت بشناسد. در غیر از او دیده می شود که در هر قدم لابیگری پاکستان مقاصد خودشان است، نه به خاطر افغانستان لابیگری خواهد کرد. جامعه جهانی پیش از این به رسمیت شناختن حکومت سرپرست افغانستان را به تشکیل حکومت فراگیر، مراعات حقوق بشر، حق کار و حق آزادی بیان مشروط کرد، اما مقام‌های امارت اسلامی همواره از تشکیل حکومت فراگیر سخن می‌زنند. شورای راه نجات افغانستان گفته که ایالات متحده در افغانستان مرتکب جنایات جنگی شده و باید به افغانها غرامت بپردازد. رئیس این شورا در نشست خبری در کابل این اظهارات را در واکنش به تصمیم جو بایدن رئیس جمهور امریکا درباره سرنوشت ذخایر ارزی افغانستان ابراز کرد. در این حال سازمان همکاری اسلامی گفته با همکاری بانک انکشاف اسلامی برای آزادسازی کامل دارایی های افغانستان با جهان رایزنی میکنند تا تمام پول منجمد شده به دسترس این کشور قرار گیرد. مدینه مروفت. پس از فرمان اجرایی جو بایدن از بهر پرداخت 3.5 میلیارد دلار پول افغانستان به قربانیان حمله ها 11 سپتامبر، این تصمیم با واکنش های ملی و جهانی به همراه شده است.
در این میان شورای راه نجات افغانستان از ایالات متحده خواهان پرداخت غرامت به افغانستان شده است. جنازه بمبارس ولی مرتشل جلسه بمبارس ولی و غط مجمع جورسه و یوزه آقا بمبارس و البته ده غرامت به چی مرد امریکا سو سوگوار. این ملت با شهامت و این ملت شهید فرور را تو به خاک و خون کشیدی، اما باید تو غرامت بدی. در همین حال سازمان ملل متحد، چین و محمد خان اچکزی رهبر حزب ملی عوامی پختونخوا درباره مصادره پشتیبانی مالی افغانستان از سوی ایالات متحده واکنش نشان دادند و تاکید کردند که ثروت مردم افغانستان باید در اختیار خودشان قرار گیرد. شمار از زنان فعال افغانستان نیز در یک نامه سرگشاده به جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده از او خواستند که در تصمیمش تجدید نظر کند. 3.5 میلیارد اگر گشتانده شوه خو یک به اصطلاح فاجعه تاریخی خواهد بود در تاریخ بشر، که یک ملت بسیار غریبه پول و دارایی که مربوط به ملت است او را شما از پیشش بگیرین. دولت افغانستان باید هرچی عاجلتر تمام موانع و بهانه ها فراروی از این مسئله را از بین برده تا بتانی پول دوباره به مردم افغانستان تعلق بگیرد. همزمان با این سازمان همکاری اسلامی میگوید که در همکاری با بانک انکشاف اسلامی برای آزادسازی مکمل دارایی های مسدود شده افغانستان با طرف های بین المللی مذاکره میکنند. دبیر کل این سازمان در گفتگو با یک روزنامه عربی میگوید که در آینده نزدیک یک هیئت از این سازمان برای گفتگو با امارت اسلامی به کابل سفر خواهد کرد. کشورهای وضو ما و بانک انکشاف اسلامی در حال مذاکره با جامعه جهانی برای آزادسازی دارایی های مسدود شده افغانستان هستند. با روی کار آمدن حکومت تازه نزدیک به 10 میلیارد دلار دارایی افغانستان از سوی ایالات متحده مسدود شد، اما اکنون رئیس جمهور این کشور تصمیم گرفته است که 3.5 میلیارد دلار دارایی افغانستان را به قربانیان حمله های 11 سپتامبر واگذار کند، تصمیمی که با واکنش ها روبرو شده است. یک خانواده در کابل ادعا میکند پسرشان که کارمند وزارت دفاع حکومت پیشین بود از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده. این خانواده گفته که نیروهای امنیتی دو روز پیش بدون حکم محکمه ساعت 8 شب داخل خانهشان شده و این نظامی پیشین را به زور به جای نامعلوم با خودشان بردند، اما فرماندهی امنیه کابل بازداشت این نظامی پیشین را از سوی نیروهای امنیتی رد میکند. ناله های این مادر کهنسال سکوت این خانه را می شکند. او از بحر سرنوشت ناروشن پسر بازداشت شدهش اشک می ریزد. جواد که افسر وزارت دفاع حکومت پیشین بود، خانواده وی ادعا می کند که دو شب پیش از سوی افرادی که خود را منصوب به امارت اسلامی خواندند بازداشت شده است. اسلحه گرفته سر ما. هیچ ده پرسانش نرسم. فقط ما خواه گفت ما از طرف امارت اسلامی هستیم. باز جواد لطکوب کرد از خانه کشید. نه دوز بوده، نه آدم ربا بوده، هیچ کسی نبوده، جز که خود امارت بوده. ما بسیار میترسیم، ما از امارت اسلامی میخواییم که پدر ما زنده و سالم رها. این خانواده و برخی از شهروندان کابل از نیروهای امنیتی میخواهند تا به فرمان عفو عمومی رهبر امارت اسلامی پابند بمانند. بازداشت های خودسرانه با اون قدر نگران کننده است که حالی در شب کس در خانه خوابیده نمیتند. البته اشرف غنی میگو 3,50,000 نیرو داریم ما. از 3,50,000 شاید 50,000 شرفته باشه. دیگه شو خودمی افغانستان است، همزی افغانستان است، همزی مردم است. حفی عمومی کجاست؟ از امارت اسلامی میخواییم که حفی عمومی که اعلان میکنه چرا پیگیری نمیکنه؟ با این حال فرماندهی امنی کابل بازداشت این افسر ارتش حکومت پیشین را از سوی نیروهای امارت اسلامی رد می کند. دغه کس زمونږ د امنیه قمندانې منصوبینو نه دی نیولی، مونږ لګیا یو پلټنه کوو چې حقیقت څه دی. کله چې جزئیات بشپړ کړو بیا به له رسنیو سره شریک کړو. این در حالی است که مقام های ارشد حکومت سرپرست با ویژه رهبری نهادهای امنیتی از نیروهایشان خواسته بودند که بدون در جریان گذاشتن وزارت امور داخله نباید خودسرانه به گرفتاری افراد و تلاشی های خانه های مردم اقدام کنند. شمار از باشندگان ولایت خوست گفتند که تمامی داد و ستود در این ولایت با کلدار پاکستانی انجام می شوند. آنان می افزایند که پس از سقوط نظام جمهوریت در این ولایت استفاده از کلدار پاکستانی بیشتر ترویج شده.
باشندگان و دکانداران در خوست میگویند که چالش کلدار پاکستانی در این ولایت اثر گرفته شده است. آنان میافزایند که در ماهای پسین تمام داد و ستود در این ولایت به کلدار پاکستانی انجام میشود و استفاده از پول افغانی رو به کاهش است. اوس خلق افغانه ډیر خرید و پروش نکوي. موزه شو خاص که میسون شتانه او چې د دې لپاره دوی اقدامات وکړي او کلدار دوی بند کړي. در همین حال شماری از صرافان به ثبات بودن واحد پولی کشور را در برابر اسعار خارجی از علتهای اثر گرفتن چلش کلدار در بازارهای این ولایت می دانند. افغانی روڑی کلدور پو خلی زکه چې زیاتره سودو په خس کې غټه سودو په کلدور کې یو غنی ورس پر زیدا سره خپل ارزښت له سره ورکوي. خلک اوس په غنی نه باور زیات نه کی هغه مارکیټ ته وړاندې کوي په سرپونو نه خرڅوي او په مقابل کې کلدور او خولي دا زکه چې روزانه ریټ نه دی معلوم کله یې سلو لاس کله یې سلو شال کله یې سلو دیر شي کنه. مقام های محلی خوست این مشکل را میپذیرند و میگویند که تلاش ها از بهر چلش افغانی در این ولایت آغاز شده است. په بازایونو کې مونږ وینو هغه مونږ ولایتي درې هڅه کړې دوه په غزایو کې مونږ ورغلی او ولته خلکو ته خبرداري ورکړی دی. عامه په هوایي مو ورکړی دی او چې دغه نه کلکه ډډه خلک وکړي. پیش از این در ولایت های ننگرهار، خوست و کندهار کلدار پاکستانی ممنوع اعلام شده بود و تمامی داد و ستات ها در این ولایت ها به پول افغانی انجام می شد. ریاست عمومی پاسپورت از آغاز دوباره روند توزیع گذرنامه در پایتخت خبر می دهد. عالمگل حقانی رئیس عمومی پاسپورت گفته روزانه به طور اوسط 300 تا 400 نفر می توانند به گونه آنلاین برای اخذ گذرنامه ثبت نام کنند. کابل اوسیدون کی کولای شي چې فرم آنلاین خانپوری کی او د فرم آنلاین دلاره د پاسپورت ریاست ته مراجعه وکي او د دې نورسته هیڅ څوک په ساده عریضه مراجعه نشي کولای. هر څوک چې په ساده عریضه باندې د پاسپورت ریاست ته مراجعه کوي د هغو کارونه نه کیږي. ادامه خبر شش. بانک مرکزی گفته که نزدیک به 10 میلیون دلار را در بازار لیلام می کند. بانک مرکزی در اعلامیه از بانک ها و شرکت های صرافی و خدمات پولی خواسته تا در این داوطلبی شرکت کنند. در همین حال اتحادیه صرافان سرای شاهزاده کابل گفته لیلام دلار از سوی بانک مرکزی در بازار بر بلند بردن ارزش افغانی اثر مثبت خواهد داشت. آمن حکیمی. بانک مرکزی میگوید که به روز چهارشنبه 10 میلیون دلار را به گونه لیلام در بازار به فروش میرساند. مسئولان این بانک از بانک‌های خصوصی، شرکت‌های صرافی و خدمات پولی که واجد شرایطان می‌خواهد تا در این داوطلبی اشتراک کنند. در همین حال اتحادیه صرافان سرای شاهزاده کابل میگوید که لیلام دلار در بازارهای کشور در افزایش بهای افغانی اثر مثبت خواهد داشت. پر ارزش باندې د افغانۍ واضح خبر ده چې مثبت تاثیر کوي. ارزش د افغانۍ بلور سور سره او دغه ارزش د لوړې دوه سبب د دې هم سي چې د کابل په منډیانو کې د خوراکي ارتزاقي او نفتی موادو نرخونه به هم سره راټیټ سي. از سوی هم برخی از صرافان میگویند که پیش از سقوط نظام جمهوری هفته سه روز دلار در بازار لیلام میشد و لیلام دلار در ثابت نگه داشتن ارزش افغانی نقش مهم داشت. سابقه هفته 70 میلیون 80 میلیون دلار توزیع میشد در حکومت قبلی. دیگه فعلا دیگه خوب است. 10 میلیون کم زیاد فامیل توزیع میشه، خوب است. بسیار زیاد اثر داره. ای از طرف دی افغانستان بانک کاملا کنترل میشه، افغانی هم ارزش خود می داشته باشه. در این میان برخ آگاهان به این باورند که باید بازار پولی کشور به گونه درست اداره شود تا ارزش افغانی ثابت باقی بماند. در صورتی که نظارت درست صورت بگیره خب میتونه چنین ارزش تصنعی را دوام بده. در صورتی که باز ارز کنترل صورت نگیره، علاوه از ارزش تصنعی صورت نمیگیره، باز در خاطر مو مقدار ذخایر اثاری هم که است او باز بالا میشه. در روزهای اخیر ارزش افغانی در برابر دلار افزایش یافته است، اما باشندگان کشور میگویند که با توجه به بلند رفتن ارزش افغانی بهای مواد خوراکی در بازارها کاهش نیافته است. از بهای ارزها هم بدانید. یک دلار امریکایی 91 افغانی و 20 پول، یک یورو 102 افغانی و 60 پول، یک درهم امارات 24 افغانی و 70 پول، 1000 کلدار هندی 1070 افغانی.
1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی 507 افغانی. با این ترتیب رسیدیم به پایان خبر 6. تا دیدار، خدا نگهدار.